سلام دوستان، حالتون چطوره؟ این قسمت دوم آموزش سالید ورکه. خیلی سریع بریم سراغ آموزش. ما یاد گرفتیم که بیایم اینجا یا روی این برگه کلیک کنیم که نیو رو باز کنیم، یا اگر این شکلی به صورت فایل اومد مجدد، خب فایل نیو چه سختی نیست، و ریپارت میتونستیم دبل کلیک کنیم یا اوکی رو بزنیم که قسمت پارت باز شه و اسکجمون رو بکشیم. گفتیم که ما یک صفحه رو اول انتخاب میکنیم که روش اسکیج انجام بدیم، همتونم روش کلیک کنم و برم یکی از دستورهای اسکیج رو انتخاب بکنم، و هم میتونم که رو صفحه مد نظرم که وقتی کلیک میکنم یه چند تا ابزار میاد روی این اسکیج کلیک کنم و شروع کنم به کشیدن. خب حالا میخواییم بریم ادامه درس. من اینجا دستور نقطه رو داشتم توی تب اسکیج نقطه. من اینجا یک نقطه میخوام بکشم که یک چیزی رو براتون توضیح بدم. گفتم که ما وقتی که صفحه رو انتخاب میکنیم انگار که توی جدول مختصات یک نقطه رو یک جایی گذاشتیم. این نقطه دارای یک فاصله x از مرکز مختصات هست و یک فاصله ایگرگ مجدد از مرکز مختصات، همینطور که اینجا فلش ها رو میبینید سمت ایکس و وای یا ایگرگ. اگر من این رو پاکش کنم، توی انتخاب صفحه هم میامدم صفحه تاپ رو، همونطور که میبینید روشن میشه، صفحه هستش که اینه یک میز، اینه سطح روی یک میز میمونم انتخاب میکردم و اینجا اسکشم رو میکشیدم، نرمال شو میکشیدم، نقطه رو اینجا میذارم مثلا اسکش. من از دستور قبلی در نیامده بودم، ببخشید. نقطه بکشم، میبینید که اینجا محورها فرق کردن، X و Z رو داریم. پس توی صفحه تاب X و Z رو داریم و فرانت که روبروی ما هستش صفحه X و Y رو. زیاد چیز مهم و عجب و عجبی نیست، زیاد بهش فکر نکنید، اصلا چیز خاصی نیست. خب من مجدد از دستور اسکش خارج میشم با این دکمه و میام صفحه فرانت رو انتخاب میکنم، با این میتونم نرمال بشم روش و بیام یک نقطه رو بذارم. این نقطه همونطور که میبینید آبی رنگه. خب این آبی رنگ بودن در سالید ورک بده، توی کشیدن یک طرحی این بده، باید مشکی بشه. این مشکی شدنه همونی هستش که شاید خیلی جای اسمش رو شنیده باشید، میگن فولی دیفاین بشه کار، و مشکی شدن به این معناست که شما دیگه این شکلتون یا این نقطتون یا این خطتون یا این دایرتون، هر چیزی که میکشید به طور کلی قابل تغییر نیست و اون حجمی که در ادامه کشیدید تغییر فرم پیدا نمی کنه. الان این آبیه، نگاه کنید، مگه کلیک کنم روش، کلیک چپ موس رو نگه دارم بکشمش، هر جایی میتونم ببرم بذارمش. اگه یک خط هم بود همونطور که تو جلسه قبل دیدید، من دوم خط رو میگرفتم میتونستم جا به جاش کنم. اینجا شما میایید دستور اسمارت دایمنشن یا اینکه اندازه گذاری رو یاد میگیرید. خیلی عامیانه صحبت بکنیم، نمیخواد برید توی زیر مجموعهش فلش روش رو بزنید، همین روی خود دکمه گندهه اینجا کلیک چپ، و برای اندازه گرفتن یک جایی همونطور که ما سر متر رو یه جا میذاریم و تای متر رو میاریم با دستمون، این همین بین این دوتا نقطه من میخوام کلیک بکنم، یعنی اینکه بگم این نقطه رو میخوام فاصلش رو تا مرکز مختصاتم به هر طرفی که برم این فلشه رو میتونم تایید بکنم که بگم این انقدر باشه فاصلش. خب ببینید، بس من یه بار دیگه من اندازه رو زدم، اومدم گفتم این نقطه یک کلیک چپ، مرکز مختصات یک کلیک، این اندازه در اومد، ولی همطور داره بازی میکنه. کلیک سومی که من انجام میدم تو هر جایی که خواستم، مثلا من فاصله ایگرگ اینو میخوام، ارتفاعشون رو میخوام، ارتفاع این نقطه تا مرکز متصل رو میخوام، یا این طرف اگه موسم رو بیارم ببرم این ور، این عدد رو به هم میده،
اگه اینجا اوریب نگه دارم این شکلی میده به این عدد. حالا من x رو میخوام مثلا، میام اینجا و کلیک سومین کلیک رو در واقع انجام میدم و این یک پنجره باز میکنه و به من میگه که میخوای فاصله این نقطه تا مبدأ مختصات میخوای چقدر باشه. خب مثلا میگم که 20 تا باشه، این میشه 20. 20 رو تایپ کردم و اینتر رو زدم. باز همونطور که میبینید نقطه من آبیه، ولی من اگه بگیرنش بخوام جابجاش کنم، نگاه کنید من موسو میکشم سمت مرکز مختصات ولی نقطه نمیاد. میگه من توی این جهت فیکس شدم، از 20 نمیتونم نزدیکتر بشم به مرکز مختصات، دورترم نمیتونم بشم. ولی چون فاصله عمودی من هنوز تعیین نشده، من به صورت بالا و پایین میتونم جابجا بشم. پس من تو جهت بالا و پایینم باید اینو قفلش کنم که نتونه دیگه تکون بخوره. دوباره میام روی اسمارت دایمنشن انتخاب میکنم، این بار این نقطه و مرکز مختصات رو که انتخاب میکنم، موسم بیارم این ور و اینجا کلیک چپ میکنم و به هم میگه که فاصله اینجا تا اونجا میخوای چقدر باشه. من عددم رو تایپ میکنم مجدد، بنویسم 20 و میتونم دکمه تیک رو بزنم یا اینکه اینتر رو بزنم. شد 20. راست کلیک میکنم، سلکت رو میزنم، میبینید نقطه من مشکی شد. الان اگه بگیرمش هیچ جوره تکون نمیخوره، هیچ طرفی نمیره. این یک آموزش ساده بود برای اینکه شما بدونید فولی دیفاین اصلا چی هستش. ما وقتی که میگم یک اسکیج رو باید ثابتش کنید و کل خطاش مشکی بشه یعنی چی؟ خب من حالا همین حرکت رو یک خط پیاده میکنم. این تمرین شماست، بعد شما باید انجامش بدید. اجازه بدید من این رو اصلا پاک کنم که شما قاطی نکنید. من میخواستم که دار همین نقطه بکشم. این نقطه که من کشیدم، ببینید تو ساختار درختی من اومد یک اسمی براش باز کرد، نوشت اسکیچ، اسکیچ 4. چون 4 بار اسکیچ من اینجا کشیدم، این پاک کردم شد 4 رو میشه. اگه اولیش بود میشه 1. و اینو من دیلیتش میکنم، روش راست کلیک میکنم، میتونم دیلیت رو بزنم، یعنی که دکمه دیلیت کیبورد رو بزنن، کار سختی نیست. میاد توی ساختار درختی پاک شد. پس این ساختار درختی چیه؟ هر غلطی که ما اینجا بکنیم اینجا میاد می‌نویسه که چیکار کردی. من صفم رو انتخاب میکنم و خطم رو انتخاب میکنم و میام جاش چیکار میکنم، یعنی خط میکشم تو هر جهتی که فعلا دلم میخواد. اینطوری همونطور که جلسه قبل بهتون گفتم، خط از دو تا نقطه تشکیل شده، یه نقطه سرش و یه نقطه تهش که جفتشون اگه من بگیرم میتونم جا به جا کنم، حتی میتونم خود بدنش هم بگیرم اینجوری این ور اون ورش بکنم. اگه اینو بخوام ثابتش کنم باید چیکار کنم؟ بیام بگم نقطه تهش از مبدأ من اینقدر فاصله داشته باشه. همین عددم میتونم تایید کنم و تیکو بزنم، همین اوکی میشه. میگم 12 تا. میگم حالا این نقطه توی این جهت چقدر نگرفت؟ از اینجا تا اینجا 43 تا مثلا 43 میلیمتر، از اینجا تا اینجا مثلا 64 میلیمتر و از همین نقطه توی این جهت این بار، یعنی ایکس و وای بهش دادم دیگه، 82 میلیمتر. خط من چی شد؟ مشکی شد. حتی دو نقطه دو سرش هم مشکی شد. بچه‌ها اینجا دیدید من عدد رو تایپ میکردم، گفتم که داریم عدد میدیم که چقدر و بعد جلوش میلیمتر بود. این کجا مشخص میشه که میلیمتره؟ شما همون اول که صفحه پارت رو باز میکنید خیلی راحته. این پایینه نگاه کنید، سمت راست پایین اینجا نوشته MMGS. اینی که من باز میکنم اینجا واحدا رو نوشته، بعد تو پرانتز نوشته میلیمتر، گرم و ثانیه. روی این حالت بذارید برای میلیمتر، این حالت باشه خیلی بهتره. حالا هر کاری که میخواید بکنید، مگر اینکه کارتون خیلی بزرگ باشه یا اینچی بخواید کار بکنید که رو فایل های اینچی میذارید. این خط من ثابت شد. حالا اگه بخوام من از حالت اسکیچ یعنی کشیدن خط هام خارج بشم، اینجا شما یه دونه تیکه زبدر میبینید و یکی این خارجشون از اسکیچ. اگه زبدر رو بزنم که اینو باطلش میکنه و در میاد، باید قاعدتا خارجشون از اسکیچ رو بزنم که میبینید اعداد میره و خود خطم یه رنگ توسی پیدا میکنه. توی حالتی که شما از اسکیچ خارج میشید نمیتونید ببینید که این خط
یا متوجه بشید که فولی دیفاین هست یا نه، یعنی مشکی شده کاملا یا نه. ببینید من یه خط دیگه اینجا میکشم، این خط تکون میخوره و فولی دیفاین نیست و در واقع یه کار اشتباهیه. من حالا از اسکش خارج میشم، ببینید جفتش توسی شد، پس حواستون به این قضیه باشه. یه ذره روی سایز خطا فرق میکنه، سطحی که فولی دیفاین میشه یه مقدار ضخیم تر هستش. این تمرین امروز شما هست. یه چیز دیگه هم بگم، روش ها و راه های زیادی هستش که ما یک خطی رو بخوایم فولی دیفاین کنیم، مشکیش بکنیم. این یکی از ابتدایی ترین حالتاش بود. شما فکر کنید که یک خطی رو، یک شکلی رو توی فضا چه کار میتونید بکنید تا اون ثابت بشه و هیچ طرفی نتونه بول بخوره. خیلی کارهای مختلفی میشه کرد دیگه. یعنی اگه من یه شکل پیچیده تری داشتم و یک خط افقی مثلا اینجا داشتم، این خط مثلا فولی دیفاین شده بود، میتونستم با زاویه دادن این خطم به این یه قسمتی از این حرکتش رو بگیرم. اگه من الان جابجا کنم، نگاه کنید تو این جهت حرکت میکنه، دوم خط رو بگیرم نمیتونم تکونش بدم، زاویه نگاه به هم نمیخوره و من میتونم مثلا این دومش رو بیارم توی خط مبدأ بچسبونم. نگاه کنید اینجا مشکیه نقطه ابتدای خط، خود بدن این خط مشکیه ولی نقطه سرش همچنان آبیه. یعنی چی؟ یعنی این خط الان تکون نمیتونه بخوره. اگه من بگیرمش بکشم این ور اون ور نمیره، این دومشو بگیرم بکشم این ور اون ور زاویش تغییر نمیکنه، ولی این نوکش که آبیه بگیرم بکشم طولش میتونه کم و زیاد بشه. که اگه من بیام ابتدا و انتهای خطم رو انتخاب بکنم، میتونم طولشم ثابتش بکنم که کلا سیاه میشه یا نه. من طول خط رو جوری انتخاب کردم بچه ها، حواستون شد؟ میذارید پاک کنم. من اومدم سر و ته خط رو زدم، یه بار دیگه اسمارت دایمنشن رو میزنم، میتونستم کل بدنه خط رو روش کلیک کنم، خودش میفهمه و کل خط رو به من میده ارتباطش که میخواید چقدر باشه. بریم برای جلسه دوم که یه مقدار این شکل پیچیده ترش بکنیم. حتما برای اینکه این شکلاتون رو تبدیل بکنید به یک حجم سه بعدی، باید بچه ها خطاتون و تمام این نقطه ها مشکی بشه. خدا نگهدار.